دست خودت که نیست، عادت کردی منو هرس بدی. حالا چی میشد بلیطا رو من به دسک میدادم؟ مگه تقصیر منه؟ دیدی یارو محلت نظر از من پرسید چند نفری؟ برفرض که یارو ادب نداره، تو بعد منو مثل شیر بزنی کنار بپری جلو؟ شیر خوب اومد یا خوش آمد. اصلا چرا باید بلیطا و پاسپورتو پیش تو باشه؟ چون احتمال اینکه بازم جاشون بذاری هست. من جاشون بذارم ها؟ بله. تو دیشب بلیطا رو کجا گذاشته بودی که من هرچی گشتم پیدا نکردم؟ ابرو تو بیار پایین، یه جای امن. دکتر سلام، ما یه زوج هستیم شبیه هزاران زوج دیگه تو این شهر. اسم من خسروه، 36 سالم و مهندس شیمیم. من تو این خونه به دنیا آمدم و من تو این بیمارستان. اسمم ترانه است، 36 سالمه و آرشیتکتم. با به دنیا آمدن من دردونه، چراغ خانواده محترم پیرزاده روشن و روشن و روشن‌تر شد. حالا نه اینکه دردونه باشم و نه، اما به جرئت میتونم بگم مامان و بابام اونقدر از تولد من خوشحال شدن که از شوقشون منو تو بیمارستان جا گذاشتن. از بچگی عاشق شیمی بودم، یعنی اکتشاف پشت اکتشاف و البته تشویق پشت تشویق. میگن عشق به ساخت و ساز از بچگی تو خونه من بوده؟ بله، زندگی ادامه داشت تا یک روز توی تریای دانشکده دختری رو دیدم که یک دل نه صد دل عاشق که نه، آره بهش علاقه‌مند شدم، غافل از اینکه همیشه یکی بهتر از تو هست. تا اینکه یه روز تو کتابخونه، بذار اینجاشو من بگم، چشمم که به قورباغه خسرو افتاد عاشقش شد. فکر کردم اون مرد ایدئال منه، فکرشو بکنی مردی با قورباغه. قرار شد واسه ماه عسل بریم سفر خارج از کشور، که البته تو این 10 سال هنوز نرفتیم. که نرفتیم. چرا؟ چون هر وقت سفرمون جدی میشد دعوامون میشد، واسه همین یه مدت رفتیم پیش مشاور، داشتیم نتیجه میگرفتیم که یهو غیبش زد. کجایی دکتر؟ در خدمت شما. منظورش این سالها بود. یه بورس مطالعاتی به هم دادن، مدتی رفته بودم اون برا. شما ها کجای کارین؟ همون جایی که بودیم. پس اوضاع خرابه خیلی. چند سال آزگاره که میبینی دکتر، همش از این کلمه استفاده میکنه که من عصبی کنم. اتفاقا کلمه ایست بجاد در مورد سالهایی که با تو سر کردم. کجا به سلامتی؟ برای اولین بار در طول زندگی زناشویی داریم میریم سفر خارج. البته اگه اصلا بریم 100% میریم. حالا تو ببینیم چی پیش میاد. منظور چی پیش میاد عزیزم؟ آدم از یه سندیش خبر نداره. داره دکتر؟ ما این سفر رو میریم و اونجا ریلکس میکنیم. یعنی میخوایم بگین که در طول این سالها حتی یک بارم با هم سفر نرفتین این سالهای آزگار؟ نه. چرا؟ آخه هر دفعه خواستیم بریم دعوامون شد و نرفتیم، اما این بار به پیشنهاد من، یعنی به اصرار من قراره که بریم و هیچ کس هم حق نداره جر بزنه. حالا تا ببینیم چی پیش میاد. هیچی پیش نمیاد. نمیاد؟ نه. با این روحیه فکر میکنم شما بازم به کمک من احتیاج داری. چه جورم؟ کی شروع میکنه؟ من. از کجا شروع کنم؟ از آخرین سفری که با هم نرفتیم. گلدونه بست شما سفر. خوش بگذر. حالا نه شیری گازو بستی؟ بذار برم شیری گازو بستم. 50 چی؟ 50 چک کردی؟ چک کردم، لازم نیست. گلدونا چی؟ گذاشتم تو راه راه آسلی ماب بده. میگم توی این مدت که ما نیستیم اگه موقع آقا جون حالشون بد بشه مادرت هستن. آره. اما میدونی که آقا جون خیلی به من وابسته است، فکر نکنم. نه اگه مامانم یه موقعی آخه این چه فکریه که تو میکنی؟ چه فکری که من میکنم؟ چه فکری من میکنم؟ آخه میگم هیچی نمیگم. چی؟ یا اگه ما بریم این سفر خسرو! همه چی خوب پیش میره، کارخونه سر جاش، گلدونا آب میخورن، ماهیا سر حال میمونن، شارژ آپارتمان به موقع پرداخت میشه، شیفرکه گاز خاموشه، پنجره ها بستن، قفلن خوردن. باور کن دنیا بدون ما میچرخه. آقا میچرخه، سوار چیم بریم؟ خب سالان ترانزیت فهمیدیم که بلیطا رو یه کسی جا گذاشته. فرداش میرفتیم؟ نمیشون. چرا؟ آخه دیگه با هم نبودیم. چی؟ قهر کرده بود رفته بود خونه مامانشینا. دور زمونه عوض شده. ولی خب چرا؟
دلیل قانع کننده ای داشت. من بهش گفتم از زندگی من گم شه بره بیرون، اونم از خود خواسته رفت، در حالی که مادر من 40 سال آزگار به پدرم میگفت بساطش جمع کنه و بره و پدر من هیچ وقت نمیرفت. خب قراره شما به عنوان خانم تحصیل کرده فکر شده تصمیم بگیرین، نه مثل مادرتون که همینطوری یه چیزی میگفته. نه دکتر، حالا هرچی، اونم از خود خواسته گذاشت رفت خونه باباش. حالا دیگه مامانم، پدرم عمرشو داد به شما. متاسفم. پس نگرانی شما در مورد پدر چندانم بی ربط نبوده. همینطوره دکتر. چی رو همینطوره؟ پدرش 2 سال بعد توی تصادف فوت کرد. حالا چه فرقی میکنه؟ البته مختصر فرقی که میکنه. خب بعدش چرا نرفتین؟ آخه مامانم به من احتیاج داشت. ایشونم میبردین؟ دکتر میگه دیگه، مادرش اصلا تو خونه پیداش میشه که به ایشون احتیاج داشته باشه. ماشاءالله یه پاش تو لندن، یه پاش تو گلابگیری کاشون. به قول خودش تازه داره نفس میکشه. خب پس خودم افسرده بودم، یعنی مرگ پدر من از پا انداخته بود. اون وقت یه مدت کشدار و مریض گذروندیم تا اینکه مادرش یه پیشنهاد جسورانه داد. طلاق. طلاق؟ آره طلاق. ترانه جون، پسر من درست بهشو نیست، میبینی که خودشم میگه افسرده است. افسرده هم یعنی مجنون و دیوونه. مادر جون مثلا قرار شما پادرمیونی کنیم، ما با هم آشتی کنیم. پادرمیونی برای چی؟ تو به درد ترانه نمیخوری عزیزم. دیگه حالا وقتشه که تکلیف خسرو رو معلوم کنی. تکلیف منو؟ معلومه. اینجوری نمیشه که قرار کنی بیای خونه من بخوری یا بخوابی. وقتی تکلیفت معلوم بشه میری برای خودت خونه میگیری، منم به کارا و برنامه ها میرسم. پس بفهم شما دنبال تکلیف و برنامه های خودتون هستید. اون که تو اولویته. حالا که اینطوره میرم خونه تا تکلیف ترانه رو مشخص کنم. که ایشالله همین امروز. ترانه جون نظر شما چیه؟ در مورد طلاق؟ البته چرا که نه. باشه همین فردا طلاق میگیریم. عالی شد. آقا شیرینی بیاریم. شیرینی برای چی؟ برای که جشن بگیریم. باشه تتا خانم، باشه. چی رو باشه؟ خب تفاهم نداریم دیگه. سر چی؟ سر خیلی چیزا. مثلا؟ تو پر از ایرادی. یکیشو بگو. کدومشو؟ اون که از همه اساسی تره. الحمدلله همشون اساسی هم. تو از من چی میخوای؟ یه تغییر اساسی تو زندگیمون بدیم. دیگه؟ بریم سفر خارج. حالا ببینیم دیگه. یه تغییر اساسی تو زندگیمون بدیم. دیگه؟ یه دستی به سر روی خونه بکشیم. دیگه؟ یه تغییر اساسی تو زندگیمون بدیم. مثل؟ بچه دار بشیم. خب به تفاهم نرسیدیم، فردا محضر میبینمت. ترانه جون تبریک میگم. فردا ساعت 10 محضر آقای امیری. من برم تا خسرو نرفته منو برسونه. قربونش برم. خدا. تبریک میگم خانم. یعنی الان من یه زن مطلقم؟ و به زودی افسرده. اونم در شرایط اسفباری که مردا دیگه دم به تله نمیدن. چیزی براتون بیارم؟ اون شب خسرو بعد از مدت ها برگشت خونه. آفرین. هر انسان بالغ نه دکتر، رفتم که تکلیفشو معلوم کنم. یه نفر تخت منو اشغال کرده. من تو قسمت خودم خوابیدم. پس بفرمایید برگشتید که منو از خونم بیرون کنید. بفرمایید تو قسمت خودتون بخوابید. آی پات.
گفتم جواب نمیدن. صبر کن. شما با منزل ترانه خیلی خوب تماس گرفتید، لطفا پیغام بذارید. بچه ها کجایی؟ میدونم گرفتی خوابیدی. خوب میشن همتون. طلاق لیاقت و جرأت میخواد که شماها جربزشو ندارید. لطفاً از این به بعد دیگه رو منم حساب نکنید. حاج آقا تعطیل کن برو. اینا میخوان به زندگی آزگار و نکبتبارشون ادامه بدن. گفتم به یکی این کاره نیستن. بیا فال من رو نگاه کن. منم میدونم. میگم بیا حالا راجع به این موضوع دیگه سکوت کنیم. غیر از اون تغییر اساسی باقیش قبل. خب آمادگی بچه دار شدن نداشتم. مگه شما قرار بود حامله بشین؟ شوخی کردم. حق داشتین. چرا؟ برای که پدر شدن مسئولیت بزرگی که هر کسی آمادگی و توانش رو نداره. شما چی؟ خب من بچه میخواستم. داشت از سن مادر شدنم میگذشت. فقط همین؟ بالاخره همه زن و شوهرها بعد یه روزی بچه دار بشن دیگه. نه نه لزومن. بعدش چی شد؟ آدم حاضر هزار درد و مرض بگیره، خودش بمیره، اما شوهرش یه سرمایه کوچولو هم نخوره. از بس که قر میزنه. نه بابا، خودش بچه نمیخواد. چی؟ بی خود کرده. خسرو هیچ عیب و ایرادی نداره. خیلی هم کی گفته اجاقش کوره؟ چقدر همه جا آرومه. فکرشو بکن، بچه هامون که بیان چقدر همه جا شاد و پر از سر و صدا میشه. بچه هامون؟ شنان بابایی نازی نازی، چیکار داری میکنی؟ میخوام ببینم اگه حامله بشم چه شکلی میشم. میدونی اگه بچه دار بشیم چی میشه؟ بله، زندگی این قند و عسل شیرین میشه. شد؟ نه. سلام. سلام. سلام، خسته نباشید. مشتلق. چی شد؟ دلمون هم شد. بگی بچه چیه؟ مبارک بچه‌ام. زود باش دیگه. پسره. پای با منه. پای. بسه ببینم. بسه جوجه رو. بده من ببینم. آخه. لودنش عین ترانه منه. دماغش هم که به خودم رفته سر بالا. این عکس برعکس خانم. اما چشاش این خسرو خودمه، نگاش کن. به چشاش بسته است مادر من، خوابه. من بهتر میدونم یا تو. به این دست نزن، مال ترانه است. تو بچه بودی همش خواب بودی. یه بچه خوابالو تنبلی بود. ولی ترانه من وقتی متولد شد. مگه شما بچگی من یادتونه؟ نه خیر، شما یادتونه. لابود خودم خودمو تو بیمارستان جا گذاشتم رفتم خونه. اوه مای گاد، واقعا؟ نه اینجوری نبود که. بابای ترانه فکر بچه رو من گرفتم. من فکرم بابای ترانه بچه رو گرفته. نه خیرم، واسه اینکه من دختر بودم. خیلی خوب، حالا یه اشتباه کوچولو پیش اومد، جبران کردم که. واسه همین هفت روز هفته خونه مادر بزرگم بودم. صبر کنیم من مادر بشم. عجله نکن، مادر شدن تو رو هم میبینیم.
اصلا این چه بحثیه ما داریم میکنیم؟ خدا شکر بچه ما که پسره. بابا دیگه دختر بود سر را میذاشتیش نه تو بیمارستان. جمع کنم لب و لوچتو، کاش که من تو رو تو بیمارستان میذاشتم. ای بابا. ای بابا نداره، تو که منو میشناسی، مرغ حقیقتم. ترانه جون وسایل تو جمع کن تا خسرو خونه رو میچینه بریم پیش من. من بچینم؟ پناپا زن حامله بچینه. میبینم که فرهنگ فیسبوک بعد جوری کار دستتون داده خانم مرغ حقیقت. چرا که نه، مگه من چه عزیزم؟ خانم چند وقتی از لایکاتون و از عکسای سفر خارجیتون خبری نیست؟ تشریف بیارین اینستاگرام، من دیگه تو فیسبوک نیستم. ترانه تو راه بیفت بریم. مرسی، من همینجا راحت ترم. من فکر کردم شاید برات بد نباشه چند روزی پسر شاخ شمشاد منو نبینی. زحمت نکشین خانم، زندگی اینا رو کسی چش نمیزنه. اون که مطمئنم. بفرمایین سر راتون منو هم برسونین. بله. کاش که فقط برام اون فال قهوه میگرف. قربونش برم. مواظب ترانه. عزیزم خداحافظ. خسرو جان خداحافظ. خسرو قره قرود نخریدی؟ تموم شد مگه؟ آره دیگه. قله پاراجون خوردی؟ خودت هم خوردی. تتا میگم اگه شانس بیارو به من بره اون وقت یه زن خوشگلی مثل من گیرش میاد. خوشگل که نه، بگو با نمک. آره تو با نمکی و تو کلن بی نمکی. بده من بچم. بچه تو؟ آقا جاوید پسر خودمه. آقا چی؟ جاوید اسم بزرگ خاندان پیرزاده. پسر من اسمش هایدنه. چی چیه؟ میگن اسم بچه تو آیندهش خیلی تاثیر داره، برای همین منم هایدنو انتخاب کردم که هم خیلی شیکه هم بالاخره یه موزیسیانی چیزی میشه دیگه. موقع تو مجلس صداش میزنن هایده هایده کی تو رو زاییده. خانم راست میگن، اسم من کمال‌الملکه. میبینین که نقاشم شدم. حتی باخ بهتر نیست؟ یا اینشتین؟ فیثاغورس چطوره؟ ابو ریحان بیرونی؟ ون گوگ هم بد نیستا؟ یا حداقل یه گوگن؟ فیثاغورس بهتر نیست یا نیوتن هم خوبه ها؟ من با نیوتن موافقم. اسحاق اسی صداش میزنم. هایدن. نه دیگه تتا، اسم خوبی نیست. اما جاوید، ماندگار، همیشگی، خیلی اسم پر اوهتیه. آقا جونم دلش شاد میشه. اون وقت مامانت به جای جاوید صداش میزنه کفدار. تتا مرغ حقیقته. اگه با هایدن موافق نیستی انتخاب دومم سامه که به انگلیسی هم سام صداش میزنه. قشنگه نه؟ مستر سام پیرزاده. میگم بی زاده رو از آخر اسمت برد، واسه خارجی خیلی سخته بگن زاده. اون وقت میشه سام پیر، صداش میزنن سام پیر. قشنگه نه؟ پسر من سام پیر. بنده هم اینجا چغندرم. بیبی جون بچه رو مادر میزاد، حق اونه که اسم انتخاب کنه. انگشتو بیار پایین، شناسنامه رو پدر میگیره، هرچی دلش بخواد میگیره. گوگن ابروتو بیار پایین، ببینیم و تعریف کنیم. میبینی؟ یا گوگن یا ونگوک یا نیوتن یا فیثاغورس. گوگن حالا این سام، هایدن، جاوید، فیثاغورس، باخ، ارشمیدس، ونگوک، نیوتن کجا هست؟ گذاشتیم پیش یکی از دوستای من که برین ریلکس کنی. آره خب با بچه که نمیشه. نمیشه؟ نه راست شو بخواهی خودش نیومد. نیومد؟ نه داخل چرا؟ چراش معلومه دیگه دکتر، اونم میخواست ریلکس کنه. اصلا بچه‌م از وقتی تو دلم بود مشکل داشت، یعنی آرامش نداشت. بین اسم سام و هایدن موندم، سپردم یه پرستار خوب پیدا کنن، انگلیسی زبان. نه بابا فیلیپینیا لهجه دارن. آره خب کار خونه رو انجام بده دیگه. باشه مرسی، پس در تماسی. تا بعد. تو فکری؟ چطوره؟ چی؟ کاناپه جدیدی که خریدم دیگه. چند؟ منو باش که فکر کنم تا چشت بهش بیفته میگی واو. واو. کاناپه رو کی آورد تو؟ چند تا خانم گردن کلفت. خسرو ببین داره لگد میزنه، پاش اینجاست، دستو بذار. پرستار واسه چی؟ واسه سامی دیگه. جاوید خب؟ خب بیبی جون من که برگردم سر کار بچه تا یه سالش نشه که مهد کودک قبولش نمیکنه. آه پس قراره کار کنی. معلومه. تتا کوتاه این پرنده را گوشه در بیار. پنبه. حالا هرچی، من یکی بچه دست پرستار بده نیستم. پس مرخصی میگیری تو خونه میمونی؟ شیرش هم من میدم. حالا تا اون موقع فعلا که برنامه من اینه. برنامه تون ده نده نمیشه. تو حالا دیگه مادر شدی.
چرا میشه؟ تو پدر خوبی هستی، بچه پرستار بده نیستی، قشنگ سر میشینی تو خونه؟ تو هم میری سر کار. البته. اون وقت برای چی؟ خرج خونه رو که من میدم. تو میدی؟ بله، از خونه است که من خریدم. قسطش هم تنهایی داری میدی؟ بله، پول آبرقم از جیب منه. شارژ آپارتمان هم از جیب منه. خورد و خوراکم از جیب من. رخت و لباس آرایشگاه از جیب من. خب اونا رو من میدم. خودم کار میکنم، نون بازو میخورم. ده نده. قشنگ میمونی خونه مادری میکنی. پس برای چی میام بیز زیر پای مادران است؟ من با کمال میل بهشت میکنم زیر پای تو، خودم میرم جهنم که تو اونجا نباشی. نمیشه. میبینی؟ من به نوبه خودم اجازه این کارو نمیدم. شما به نوبه خودتون چیکاره ای؟ میشاره در این زمینه چی میگه؟ چی میگه؟ زنان را همان بس به دنیا هنر، نشینند و زایند شیران نر. خب بشین دیگه. این مال زنای بی هنره. خودت که میدونی من هزاران هنر دارم که زایدن بچه یکیشه که شما شیران نر اونم نداری. بگو با من سر به سر نذار من عصبانی بشم. مثلا چیکار میکنی؟ خسرو داره میاد. کی؟ کجاست این قند عسل بابا؟ آخ 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 ببینش ببینم اینو. پسر خوش اخلاقی. معلومه خوش اخلاقی. آخه بابایی. آخه به باباش رفته آخه. راستی شما چی گفتین؟ گفتم بچه خوبی. نه قسمت اول حرفتون. فرمودن سامی جان پسر خوبی. بفرمایید جاوید تا پولا رو تقدیمتون کنم. لازم نیست، همون سامی صداش کنی. اگه بچه من بود یه اسم خاطر انگیز روش میذاشتم. خب اخشاترم. گفت سام جاوید. سام جاوید. سام جاوید. کجاست این دانیال خوشگل من؟ جاوید. دانیال عزیزم ببینمش. الهی خدا جون. دانیال که اسم خارجیه. چه بهتر دنی صداش میکنی. منو با بابابزرگش فکر کردیم که اسم بچه رو بذاریم سهیل که به سهیلا بخوره. ببخشید اون موقع تکلیف پدر بچه چی میشه؟ دانیال اسم انتخابی منه، به خسرو هم میخوره. البته شما صاحب اختیارین، ولی به چیش میخوره؟ او مای گاد. ترانه چایی چیه؟ ترانه جاوید داره گریه میکنه. همچین کسی رو نمیشناسم. باشه خود تلوس نکن دیگه، من صبح جلسه دارم. هر وقت سامی گریه کرد بیدارم کن. خدا لعنت کنه اون که من گذار بچه بگه. ترانه بکنم پوپو کرده. خب عوضش کن. خب بلد نیستم. آسونه، بازش کن همونجوری که دایپر بستم تا هم ببن. ترانه پاشو دیگه اذیت نکن. نصف شب من از خواب شیرین بیدار کردی میگه اذیت نکن. خب پسرته. خب باشه سامی صداش کن عوضش میکنم. عمره. سلام، من اومدم. همسایه هم فهمیدن اومدی. این چی بود؟ تا یه دقیقه پیش گلدون بود. بیا به اینه نگاه کن آخه. وای چقدر ترافیک بود. بده به من آخه این شازده رو. بده به من آخه اینو. ای جونم. کجا؟ من لباسمو دارم با قند عسل بابا فوتبال بازی کنم. همینجا بازی کن. وقت گذاشتم واسه استخدام پرستار. نه. تحت ما حرفمون رو قبلا زدیم. نه، تو حرفاتو زدی. میدونی بچه‌ای که بی مادر بزرگ شه چه صدمه‌هایی می‌بینه؟ من که اینجام جایی نرفتم. نه، منظورم حضور. نگران نباش. با این روانشناس کودک حرف زدم، گفت حضور مادی مادر اصلا مهم نیست. حضور معنویش مهمه. یعنی چی اون وقت؟ یعنی اینکه اگه من برم سر کار و سر حال بیام خونه با محبت بچه رو بغل کنم، خیلی بهتر از اینه که از صبح تا شب خونه باشم ولی اینقدر افسرده باشم که حوصله بغل کردن بچه رو نداشته باشم. واقعا ته دلم نمیخواد تو با بچه کار کنی. بیبی جون کم کم ته دلت عادت میکنه. مگه تو بچه نمیخواستی؟ چرا؟ خب بزرگش کن. بزرگش که میکنم، البته با کمک پرستو. تا من تصمیمامو گرفتم، من پسرامو دست پرستار نمیدم. تصمیمامو گرفتم و خیلی خوب اومدی. همین که گفتم من بچه به پرستار نمیدم. مطمئنی؟ 100%. بله.
سلام، من برای یه استخدام پرستار اومدم. دادا سلام، بفرمایید بشینید. بفرمایید. صد درصد آره؟ نه، جای چونم داره. چیه؟ زبانت بند اومده به تپه پته افتادی؟ برم چایی بریزم. 30 سالمه، مطلقم، زبون فرانسه و انگلیسی هم مسلطم. میشه پسر کوچولوم رو عشقم صدا کنم؟ ازدواج نکردم، تایپم بلد. تایپ؟ بیبیتون رو با خیال راحت به من بسپارید. کهنش هم من باید عوض کنم؟ نه با من عوض کنم. از همه الان فکر کنی یه بچه کوپولی داری. با حضور من پسرمون به انگلیس همون باز میکنه. بفهمین چایش تازه دم. میتونم بپرسم اسم پسر گلمون چیه؟ جاوید. با اجازه شما اسمشو جاسم صدا میزنم. جاسم؟ میتونم جوجومونو ببینم؟ جوجو؟ کار خونه در تخصص من نیست. با گرون شدن اجاره ها ترجیح دادم که یه جایی شاغل بشم که بهم یه اتاقی هم بدن. خب نظر چی بود؟ من که شماره 1 و 4 و 7 خیلی پسندیدم. باریکلا به این حافظه. خب پسرامو که نمیتونم دست هر کسی بسپارم. زبونت باز شده. مگه تو نبودی پرستار میکردی؟ حالا نظرم عوض شد. شماره 1 چه ایرادی داشت؟ اه اه دیروز بی قواره. قد بلند. شماره 4؟ کدوم؟ بیبی دیگه. خدا به دور با اون چنگاکاش. فرنچ. شماره 7؟ اه اه اون موزرده. بلوند نه، اون که شماره 3 بود. شماره 7 اونی که انگلیسیش خوب بود. 100 سالی سیا من سامیو دستمون نمیدم. جاوید به نظر من شماره 13 بهترینه. تتا اشتباه نمی کنی؟ 12 نفر بیشتر نبودن. 13 هستم. نه خسرو، تتا این کار با من نکن. درو واکن. گود آفترنون. خدا بیا مرز رفته گولتونو. خدا بیا مرز مادرمو. 6 تا پسر زاییده بود، دلش یه دونه دختر میخواست. نظر گل دسته های بیبی زینبیه کرد که اونا رو نقره بکنه. وقتی به دنیا اومدم اسمم گذاشت نقره. نقره شیرازی هستم. شما نقره صدام کن. Nice to meet you. لا 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 گل پونه ایشمت جونم نگیر بونه. لا 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 گل پونه جمشید جونم نگیر بونه. لا 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 جمشید؟ ها بله، این اسمو برای من نوستالژیک. از سام و سالور که بهتره. خانم صداتم بیار پایین، بچه داره میخوابه. لا 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 خسرو بریم دیگه، دیر شد. نمیدونم کدومو بپوشم. همین شلوارت به پیرنت میاد. اینو بپوشم؟ شلوار که صبح سر کار پوشیده من بپوشم؟ چه اشکالی داره؟ آخه آقا ماشالله ماشالله چشم کف باتون، شما همه چی روتون میفته. آخه اتو نداره. اتوش درش بیاریم. شما درش بیاریم. یعنی جلوی شما شلوارشو دراره؟ خانم من از چیزا چشم پره. درش بیاریم. بفرمایین. بفرمایین بیرون. آقا شما درش بیاره، سر یه دقیقه براتون در میاره. شما بفرمایید درش بیارینا. خانم شیرازی نقره صدام بکنین. آقا شما واقعا انگلیسی بلدین؟ ها بله، شوهر اولم شرکت نفتی بود. وقتی من دید یه دل نه صد دل عاشقم شد. بهم گفت I love you. بعد دیگه از او به بعد همش با هم انگلیسی حرف زدیم. شوهر اولتون؟ ها بله، من 4 تا شوهر کردم، خدا رحمتشون کنه. هر 4 تاشونم به خاک دادم. 4 تا؟ 4 تا جمشید. ترانه؟ ترانه شنیدی؟ گفت 4 تا جمشید. خب نقره سر 4 تا شوهرشو به باد داده دیگه. نقره؟ به خاک دادم آقا. حالا هرچی، 4 عدد منه دیگه. حالا تو چرا خوشحالی؟ چه ربطی به تو داره؟ ها؟ میخوام بدونم کدوم احمقی گفته زن و کانسپتی از زمان ندارن. 9:30 شد. آقا بفرما، همچی اتوش کردم که خط اتوش خربوزه قاچ میکنه. دست شما در نکنه، زحمت کشیدین. تا باشه عزیز، زحمت ها خوش بگذره امشب به شما. خسرو گمونم عددت 5 نقره جون پنجوری گلوش گیر کرده. خیلیم ردش کنی 90 سالشو بیا. با
خلاصه آخر ترانه خانم به پرستار رضایت داد که سر چهار تا شوهرش خورده بود. لابد قارچ خوردم مردم. قارچ برای چی؟ یه بابای چهار تا زن داشت، هر چهار تاشون مرده بودن. بهش میگن چی شده همه زنای تو مردن؟ یعنی راز موفقیت تو چیه؟ راز موفقیت. آره. اولی قارچ خورد و مرد. بعد میگه دوستش تعجب میکنه، میگه دومی چی؟ میگه دومی هم قارچ خورد و مرد. میگه پس سومی چی؟ میگه سومی هم قارچ خورد و مرد. میگه چهارمی؟ میگه چهارمی پوت خورد مرد. چرا؟ شما حاضر نبوده خدا بیامرز قارچ بخوره. آقا ازدواج یعنی چی؟ یعنی چی؟ ازدواج یعنی چی؟ بگو. ازدواج یعنی از دست دادن توجه تعداد کثیری از زیبارویان و کسب بی توجهی یه نفر. آخ گفتی، آخ گفتی. آقا دلیل اصلی طلاق چیه؟ چیه؟ دلیل اصلی طلاق چیه؟ چی آقا؟ این که دیگه سوال ساده ایه که. بگو. دلیل اصلی طلاق چیه؟ آقا آقا چیه؟ دلیل اصلی طلاق ازدواجه دیگه. تو که ازدواج کنی طلاق میگیری؟ شنیدم میخواین زن حسام بشین. مواظب باشین یه موقع قارچ به خوردتون نده. نگران نباشین، قارچ دوست ندارم. در ذهن من خیلی ثبوت مغزتون خالیه. اونم اینه منه. ما با هم خوشبخت میشیم. مطمئنی؟ صد درصد. اوه جب و مصموم نکن ترانه خانوم، جب و مصموم نکن. داشتم براشون جوک تعریف میکردم. مگه زنها هم جوک میگن؟ آه ولی عذیتش نکنی. خب بلند بگیم ما هم بشنویم. یه روزی آقا قزنفر. نه تره تو نگو، تو خوب جوک تعریف نمی‌کنی. بذار من بگم. آقا یه قزنفری بود 10 سال بود واسه زنی داده عزاداری می‌کرد. گفتم بابا واسه چی عزاداری می‌کنی؟ بنده خدا 10 سال پیش مرده. اون وقتی یادش میافتم سر مراسم خاک سپاری جدی از پای میزد جیگرم علو میگیره. من این جوکو نمی‌خواستم بگم. حالا هر چی تو از تو خوب تعریف نمی‌کنی. آقا خودتو میپرسن که وقتی زنت خونه نیست چی کار میکنی؟ میگه استراحت. میگن خب وقتی هست چی کار میکنی؟ میگه استقامت. راستی والله خدا استقامت میکنه. حالا خودتو میگن آقا چه وقت حرف نزدی؟ میگه 5 سال. میگه لامصب 5 سال حرف نزدی؟ میگه آقا نمیخوام وسط حرف زنم بپرم. الان روزا بزدید شبا تو خواب هم هست میزنه. داخل آمد تو خواب شب بده دیگه، شب موقع استراحت نمیخواد بالش. تو فرهنگ شما چرا قرمز یه پیشنهاده؟ نه میتونی ردش کنی. این وقت شب که ایرادی نداره، تازه قرمزش کم رنگ بود. چه خوش بزنش. خیلی که تو خوابم حرف میزنم. ما داشتیم جوک تعریف میکردیم دیگه. برای چی به جوکای بقیه اون مردی که بی‌تربیت انقدر خندیدی؟ اصلا بامزگی جوک به فقاهتشه. چقدرم بی سلیقه. بزن حمید گفتی وای چه دستپختی، انگار که دستپخت من بده. چه ربطی داره؟ خب غذاش خوشمزه بود. با جاریش چی میگفتی که یهو به من نگاه کرد و خندید؟ کی؟ همون خانم افاده‌ای، هم که 100 کیلو جواهرات به خودش آویزون کرده بود، این لوسرین برون بر میرفت. وای ترانه چقدر حرف میزنی، سرم رفت. کی؟ کی؟ وقت گل نی. ترانه نمیدونی وقتی حرف نمیزنی چقدر خوشگلتری. یعنی خفشم دیگه. ساناس تو رو یاد کی مینداخت؟ ساناس که؟ همون دختری که لباشو جلتاز جلت کرده و اونجوری ابروشو تتو کرده بود. بگو داری یادم میاد. همون که انجلینا جولی رد میشد لبخندای من کشمر گما میزد میکرد انجلینا جولیه بود؟ آه اون دختر خوشگله. که خوشگل بود، بیشتر شبیه میمون بود. شامپانزه بود، گوریل بود. بیخیال شو ترانه، قهر نکن، خوش بگیریم بخواب. میدونی دلم از چی میسوزه؟ از چی میسوزه؟ اولش حرفان برای جالب بود، ولی حالا سرت میره. کجا میره معلوم نیست. نه بابا نمیره، پاشو بگیریم بخوابیم. من خوابم نمیاد.
میخوام همینجا بشینم برای خودم. یه کمی قصه بخوری. خب بذار فردا بخور. الان پاشو بگیریم بخواب. پاشو قربونت برم. پاشو عزیزم. خیتم کرد. اونم جلوی دشمن من و زن سبک مغز پنجمش. زن سبک مغز ششمش. حالا این آقای دوست اگه شما جوکو تعریف میکردین بهتون مدال میداد. دکتر میدونی دلم از چی میسوزه؟ از چی میسوزه بابا جون؟ از اینکه بیشتر خاطرات بعد من یادش میمونه، اما مال خودش نه. مثل بیا سیخو 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 آقا راستی سیخا رو بزن اون منقل بایی نباید بازی کن باید با همون سرهنگ بازی ببین سرهنگ زنگ زده از این از پراگ پایتخت بلژیک میگه آقا یک کانتره پایتخت بلژیک بروکسل پراگ پایتخت چکه میبینین چه شوهره دارم شاد شده باشه خانم از کجا معلوم آفرین نقل خانم آخه پراگ پایتخت بلژیکه حتی اگر میگفت تهران پایتخت هندوستانه شما حق ندارین همسرتون رو تصحیح کنید مگه خودش کم این کارو میکنه کار غلط و بد ایشون کار نادرست شما رو توجیه نمیکنه فقط این نیست که دکتر من یه خال گوشتی دارم پشت گوشمه شبیه قورباغه است بعد موقع وقتایی وقت جور دوست آشنا ترانه برمیان یه خسرو خسرو قورباغت نشون بده قورباغت نشون بده که چی بشه که همه بخندن آخه خیلی بامزه است بکنی شکلی نشون دکتر بده نه اصلا بامزه نیست شما باید از جنبه های ظریف حساس و شکننده همسرتون مراقبت و مواظبت بکنید نه اینکه با بیرحمی و بدجنسی اون رو به رخ بکشین تازه من برچنان هم صدا میکنه برای اینکه هستی چرا؟ چون دوست دارم هر روز به مادرم سر بزنم به یه زن تنها و افسرده یکی مامان تو افسرده است که خیام نیشابوری باید بگی خواجه حافظ شیرازی حالا هرچی چه اشکالی داره به مادرش سر بزنه؟ اشکالی نداره اما آخه همه ریز و جز زندگی و کار و برنامه های ما رو واسه مامانش تعریف میکنه خب مامانمه مسائل شما دو نفر هیچ ربطی به مادر شما نداره این موضوع زندگی و حتی راز همسر شماست و شما حق ندارید بدون اجازه اون حتی جمله‌ای به کسی بگید. پس من درد دلمو به کی بگم؟ به یه تراپیست، به یه مشاور. درد دل کردن فقط مسائل رو پنهان میکنه و چه بسا در جایی دیگه یا زمانی دیگه به شکل بسیار بدتری سر باز کنه. بالاخره میفرمایید من این حقو دارم به مادرم سر بزنم یا نه؟ حتما حق داری. اما چرا قایم میکنی؟ سلام، من اومدم. نوره خانم کو؟ میبینم که برات مهمه چرا که نه اقلا یه نفر توی این خونه به فکر ماست رفته مرخصی کجا بودی؟ نسوزونی پیرنو پرسیدم کجا بودی؟ سر کار بود میدونم سر کار بودی بعد از سر کار کجا بودی؟ کجا بودم تو راه بودم میدونم تو راه بودی بعد چه خبری بود؟ هیچی ترافیک بود میدونم ترافیک بود بعد از ترافیک ماشین رو پارک کردم تو پارکینگ میدونم قبلش بین پارکینگ و ترافیک شما که میدونین دنبال چیه چرا به محض رسیدن به خونه نمیگین سری به مادرم زدم و خلاص فرقی نمیکنه چه بگم چه نگم ترانه گیر میده با این حال شما باید خواسته هاتون رو به زبون بیارین میخوام برم پیش مادرم میخوام بخوابم امشب میخوام با رفقام باشم خب خودش باید بفهمه دیگه اگر میفهمید که با شما ازدواج نمیکرد شوخی کردم آخه وقتی میگم مثلا یه وقتی بهش میگم میرم پیش رفقام میگه باشه میرم و یکم بگو بخند میکنم تا میرسم خونه سلام من اومدم سلام شنگولی آره ما رفتیم با بچه بولینگ مشتی زدیم خوش گذشت آره با مورد دست این رسام چرا که نه من بدبختو بگو که اون بچه از صبح پدرم در اومده خب میخوای دیگه نرم نه چرا نری؟ بالاخره یکی باید به کارهای خونه و بچه رسیدگی کنه یکی هم با دوستاش بولینگ بازی کنه و خوش باشه هفته بعد ناراحت رفتم که حالش گرفته نشه سلام چیه؟ خوشحال نیستی برگشتی خونه؟ گفتم سلام شنیدم سلام نکنه ما رو دیدی حالت گرفته شد چرا برنمیگردی همون جایی که خوب و خوش بودی؟ بس کن دیگه ترو بس میکنم ترانه جان جان میگم کتاب بزنیم بریم بخوابیم چی شد؟ آروم شدی؟ مظلوم شدی؟ نقشت چیه؟ نقشه؟
نقشه‌ای ندارم. میگم کتاب زمین بریم بخوابیم. خسته ای. باشه میذارم. ولی اول باید تکلیفمو تو این زندگی روشن کنم. الان این وقت شب میخوای تکلیفت رو روشن کنی؟ خب بریم بخوابیم، فردا صبح تکلیفت رو روشن کن. ها؟ دکتر آرزو به دلمون یه دفعه برم خونه و ترانه غر نزنه. امتحان کردم جواب نداد. خب عادت نداشتی، بیبی وحشت کرده. راستش مشکوک بودم، آخه تازه یه روز از اخراج خفت بار شماره 13 گذشته بود. شماره 13 یعنی نقره خانم؟ نقره نبود، طلا بود، واسه خودش گوهری بود. اصلا این زن عین شمارش نحس بود. نحس نبود، مهربون بود. باورای خرافی از یه خانم تحصیل کرده. نقره کجایی که خسرو تو کشتن؟ نقره خانم. بله خانم. غذا چیزی داریم؟ بله من نرسیدم بپزم. چرا؟ بله؟ چرا؟ خانم به نظر شما من هشپا هستم که یه دستم لباسای آقا رو اتو بکنه، یه دستم بچه‌داری بکنه، یه دستم جارو، یه دستم پارو، یه دستم آب گلدونه شما رو عوض... وای سرم رفت، نفست نرفت. گلوم گلوم گل گلابتون بیرن هر دو شلوار کتون. وایسی خانم، وایسی خانم، چی کار داری میکنی؟ ای برای شام آقا فختم. یه بسته دیگه توی یخچال هست. نه ای بدین به من، اونو من لید کردم برای فردا ظهرشو. نقره خانم، من مریضم، اون که میتونه بره رستوران هرچی میخواد بخوره. خانم، ای بدید به من، یعنی میخواییم بگیم بره فست فود بخوره؟ بدتون نه تا، آقا فقط دستپخت من دوست میدارن، خودشون گفتن. خودشون بیجا کردن. ای وای خانم، ای بدین به من، چه کاری میکنید؟ ای خانم، تیک ایزی. ای وای تیک ایزی. وای میشون مریض نیستی؟ چقدر انرژی داری؟ چه جونی از من میسونی؟ هی با پیرزن کش و کش میکنی؟ وای باشلو قربون خدا به تقصیر مرده تو گروه میرسید. هرچی باشه آقا ارباب منن، صد البت ارباب خونم هستن، ارباب شمام هستن. ارباب؟ ها بله. خب ارباب خونه مرده دیگه، مگه نه دکتر؟ البته که نه، احتمالا منظور شما مدیریت خونه است که میتونه با خانم یا با آقا باشه. چه فرقی میکنه؟ فرق میکنه، پایه ارباب بودن روی زورگوییه، در حال که مدیریت مثل ترانه. من زورگوام؟ بله، اونقدر که پیرزن بیچاره رو از خونه بیرون کردی، زنی که هیچ پشت و پناهی نداشت، تو اونو روندی. آقای خسرو بس دیگه، هندیش نکن. هندی بود؟ خیلی. آخه دیگه شورشو در آورده بود. اون روز صبح خسرو داشت میرفت سر کار. عزیزم قشنگم، بابا میخواد بری اداره برای بچه‌م قاقا بیاره. خداحافظ. خداحافظ. والله هر خیرون حافظ و مبارک. وای لانچشون یادشون رفت. لانچشون یادشون رفت. چرا تو را وایسادین والله؟ سر علی چه نمیرین کنار دیر شد. وایسی وایسی لانچتون یادتون رفت. اینه درتونه، اینم سالادتونه، بفرمایید. اینجوی ای وایسی وایسی، اینم فروتتونه، اپل تو ماشین بخورین دلتون زهر نره. دست شما درد نره. وایسی اینم شیدوی عزیزو با ددیش بای بای نکن، به ددی بای بای بکن. بچه‌رم خودش زاییده، اونم شوهرشه. بگوید منم کارگر مزاحم خونم دیگه. یعنی شما واقعا به یه خانم 70 ساله حسودی شدی؟ 76 سال. به چشم من که 20 سالش. آقا شربت لیلی بود. آقا نیمرود. آقا هالتوت. آقا
خوابتون. ماشالله 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 کش نخور انشالله. من یادتون را شما که کس چیش تون نمیزنه. آم ماشالله شما از شوهر شانس آوردید. واقعا حسودیتون شد؟ بله شد. چه عجب اعتراف کردی؟ سنگ دل حسود بیرحم. آره حسودم، خیلی هم سنگ دل و بیرحمم. اصلا ما دیگه احتیاجی به اون نداشتیم، بچه هم دیگه وقت مهد کودکش بود. کی دستور تغییر نقشه رو داده؟ مهندس آزی. آشپزخونش نه نور داره نه منظره. چی میگن زن قلب خانواده است؟ میخواین قلب خانواده تو تاریکی منفجر بشه؟ ببخشید خانم مهندس، شما فمینیستی؟ نه خیر، انسانم. انسان. بله بفرمایید. الو سلام خانم، عصرتون بخیر. من از مهد کودک زنگ میزنم، الان ساعت 4. من نگهبان مهد کودکم. شما نمیان آقا جاویدو ببرین؟ سامی، لطفاً آشپزخونه رو برگردین اون سر جاش. چیکار کنم؟ آخه نداره. بله؟ با شما نیستم، لطف میکنی زنگ بزنین پدرش؟ من یکم گرفتارم، سر ساختمونم. مرسی. مهندس آزین کجا؟ تو دفترشون. الان بابات میگیره. آ ملاحظه می‌فرمایید که توضیحات بیشتر رو مهندس خدمتتون ارائه می‌کنم. بفرمایید مهندس. بله، همونطور که مشاهده کردین رنگ ضد حریق رنگیه که در مجاور تحریق شروع می‌کنه به پف کردن، یه عایق حرارتی تشکیل میده، اجازه نمیده دمای سازه شما از 100-150 درجه سانتیگراد بالاتر بره. در ضمن این رنگ تاییدیه کلاینت آلمان رو هم داره. بله، همونطور که می‌دونین سازه فلزی از 500 درجه سانتیگراد شروع می‌کنه به نرم شدن. الو. الو سلام علیکم. من از مهد کودک آقا سام زنگ. جاوید بفرمایید. یادم رفت. آقا اگه ممکنه لطفاً به مادرش زنگ بزنی. به مامانش؟ نمیشه خودتون زنگ بزنی؟ اگه میشه شما زنگ بزنی. بابا هم قهری. آها. آخه زنگ زدم. ایشون گفتن شما بیاین دنبالش. نه آخه من خارج از شهرم. یکمی طول میکشه تا بیام. باش خداحافظ. بعد ما قرارداد داریم با بیمه ایران و این زنگ تحت پوشش بیمه ایران هست. اینا چیه بابا؟ دستگاه مشترک مورد نظر خاموش میشه. جاوید جان یک کمی اینجا بازی سام. کن. خیلی خوب سام، من میخوام برم بیمارستان، زنم پا به ماست. خب شماره موبایل بابا و مامانتو دارم، زنگ میزنم یکشون میاد تو رو میبره. نمیترسی که؟ مرد که از صبح میره سر کار تا شب، زن باید توی این فضا بمونه. مرد دیگه خونه نمیاد. ببخشید خیلی کارم طول کشید. خوبی؟ خیلی دیر کردم. چطوری؟ چی میخوایی؟ کشی نکن، آشتی نمیکنم. میگم سامی کو. من چه میدونم، مگه با تو نبود؟ شوخی نکن. شوخیم چیه؟ مگه تو از مهد کودک برش نداشتی؟ باورم نمیشه. قرار گذاشته بودیم من صبح ببرمش مهد، خسرو قربا بیارتش. من درگیره پروژه پولساز بزرگ شده بودم. من از کجا میدونستم؟ حس مادریم که تعطیل. چه ربطی داره؟ لطفاً بس کنین. اصلا مهم نیست که شما دوتا با هم چه قراری داشتین. وقتی پای بچه در میونه هر دوتا مسئولیت 100% دارین. به محض اینکه فهمیدین که بچه‌تون تو مهد کودک مونده، باید بهش تلفن می‌کردین و بهش آرامش خاطر می‌دادین که تو راهین و دارین میرین دنبالش. قبول. منم اشتباه کردم. اما آخه اینجوری که نمیشه. خسرو اصولا تو هیچ کاریش نظم نداره. یا خودشو اونقدر درگیر کار می‌کنه که هر دوی ما رو فراموش می‌کنه، یا
چه خسته. چی؟ سرش از سر کار نرم. باز شروع شد. مگه همه کار میکنن؟ نه خودشونو باد میزنن. کار نکنم چی میشه؟ من کسی قدر کار کردن منو میدونه. پاشو خودتو لوس نکن. یک کاش میمردم. حالا تا اون موقع اصلا دلم میخواد امروز مثل آدم پولدارا زندگی کنم، تنبلانه لم بدم و استراحت کنم. آدم پولدارم اگه تنبلانه لم داده بودن و استراحت کرده بودن مرده بودن، پولدار نبودن. تنره میگم تنبیه بگی بخواب. اقبال برش دارم من بابایی. اخ جون اخ. پاشو پسرم پاشو، حاضر شد دیرم میشه. چیکارش داری؟ بچه هم میخواد چی باباش بشه؟ و تنبلانه مثل پولدار رو لم بده. خوابیشی یا؟ دلم درد میکنه. نبا تو کشوی بغل سینکه. پاشو دیگه موسیقی نسته. لحاب یخ میکنه. نکن. پاشو خودتو به آب برسون. اصلا نمیخوام امروز حمام کنم. من اردکم. بابا اردک. وقتی میلیون ها انسان آب ندارن بخورن چرا باید آب هدر بدم؟ تو چی میگی پسرم؟ بابا همون نکن. باریکالله. اصلا نمیخوام امروز به بدنم مواد شیمیایی بزنم. پوستم استراحت کنه. والا گناه داره. اصلا مگه بوی طبیعی بدن خودم چشه؟ بوی طبیعی شما داره خفم میکنه. نه والا بو گل میده. موندم که تو انسان یا یه چیز دیگه. یه چیز دیگه. کاری نکن که همین الان پاشم یه سطل آب بیارم همینجا این یه چیز دیگه رو حمومش کنم. آ کاری نکن آنجا رو حموم کنم. بابا بابا حموم یه چیز دیگه. پسر بیچاره چه معلمایی داره. در مورد ترانه حق داریم ولی مگه من چمه؟ چتون نیست. بچه ها ممکنه به حرف بزرگتر رو گوش ندن ولی به خوبی از اونا الگو برمیدارن. شما هر چقدر میخواییم پیش بچه تون بشینین درباره ورزش و کار و انضباط و کتاب صحبت بکنین، ولی وقتی یک کتاب دست شما نبینه، وقتی که شماها رو آدمهای منضبطی ندونه، انگار آب تو هاون کوبیده. تازه بیرون که میره شیک میکنه اتکلون میزنه، اما خونه که میاد با یه تیشرت کهنه ولو میشه روی مبل. ده تو مهمونی یا سر کار که میبینمش خیلی به نظرم خوشتیپ و جذاب میاد، اما پاش که به خونه میرسه با خودم میگم وا ویلا این شوهر منه. تو که غریبه نیستی. اگه تو خونه صمیمیت باشه تو همه جوره منو جذاب و خوشتیپ میبینم و البته تمیز عین دسته گل. خب خونمه، میخوام راحت باشم. به قیمت این که از چشم خانومتون بیفتین. حرفا میزنین ها. شما چرا وقتی مهمونی میرین یا سر کار شیک میکنین و عطر اتکلو میزنین؟ خب همه همین کارو میکنن رو ادب و احترام. یعنی اونا مهمتر از خانومتون هستن؟ خب نه. بنابراین با همسرتون هم مثل یک مهمون محترم رفتار کنین. ای بابا ما یه روز خواستیم تنبلی کنیم ها. یه روز؟ البته یه روز یا حتی دو روز هم اشکالی نداره. ولی آقای خسرو یادمون باشه که زندگی یک جاده سربالاست و فقط با کار و کوشش نظم و انضباط میشه به قله‌اش رسید، به خصوص وقتی که پسر کوچولومون داره نگامون میکنه. شما باید خسرو رو وقتی پسرمون رو مثلا برای تفریح بیرون میبریم ببینین که بفهمین من این جاده سربالا رو چطوری بالا میرم. انگشتو درار، تموم شد. بابا هنوز هست. بستنی تو بخور. نمیخوام. اما بستنی بزرگا بخور. نمیخواد. اونا گونده. آقا. جانا. لطفا یه دونه از این بستنی ها بیاریم. مرسی. بریزه رو لباسشونو. بریزه. تو که قرار نیست بشوری. کار خوبی کردین. عجله نکنین. این داستان ادامه داره. آقا کجایی؟ آقا واقعا معذرت. مردم کار زندگی دارن. بیا. بدون. بخو، زود بخو بریم. سامی جان، عجله نکن پسرم. بجم جاوید، بجم بخو پسرم، بخو زود باش. بخور پسرم، بخور عزیزم. ترانه کار زندگی داریم ها. انقدر قر نزن. بجم جاوید، بجم بخو دیگه. نه اونطوری نخور آخه. قر نزن. دیرم شد. بجم بخور دیگه، بخور دیگه. تمام ریخ رو لباسش، نگاه کن، نگاه کن.
مگه قراره تو بشوری؟ بخور دیگه. بولش نکن. ای 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 همه رو ریختی. خودم میشورم. عجب بچه‌ای تربیت کردی. تربیت که چه عرض کنم. عجب آدمی هستی تو. بفرما جمعش کن. چی کار میکنی؟ بفرما تعبیر بگی بچه رو. واقعا باورم نمیشه. خب چرا؟ باید به کار زندگی میرسیدم. مگه گذروندن وقت با بچه‌تون زندگی نبود؟ آقای خسرو، تو دنیای امروز بچه‌ها بسته و وابسته به ما هستن و ما خدمتگزار اونا. شما کجا میتونین اربابایی به این شیرینی و معصومی پیدا کنین و بهشون خدمت کنین و از تماشاشون لذت ببرین؟ هم نوکر پدر مادر هم خدمتگزار بچه. خنده داره والا. چیش خنده داره؟ زحمتتون رو کشیدن، زحمتشون رو باید بکشید. واقعا که چشم، نمیخندم. موافقیم بریم یه جای دیگه که راحت تر حرف بزنیم؟ ببین آقای خسرو، در زمان پدر مادر شما یا حتی قبلتر از اون، خانواده به شکل سلولی امروز وجود نداشت. ساختار خانواده بر مبنای اطاعت محض از بزرگتر بود. اما الان به مدد رشد علمی، فرهنگی و تربیتی، خانواده شکل معاصر و امروزی خودش رو پیدا کرده. حقیقتاً چه چیزی قشنگتر از این که شما به تماشای بچه خودتون تیکه‌ای از وجود خودتون بشین که دور دهنشو بستنی کرده داره اونو با لذت می‌خوره. کجا می‌خواین برین و چی بهتر از این می‌خواین به دست بیارین؟ طبق معمول می‌خواست بره رقباشو از میدون بدر کنه. این لازمه کار منه. تو این حرفه عصر رقابته. به چه قیمتی؟ به قیمت فراموش کردن پسرت؟ بیداد بیداد ترانه یادم رفت. تا همین نیم ساعت پیش تو جلسه بودی. بذار برم دلش در بیارم. بعد خوابش نکن. خوابیده؟ کارم طول کشید. صبح جبران میکنم. چطوری؟ بهش میگی فردا به دنیا بیا؟ نه، اون کادویی که دوست داره واسش میخرم. مثلا اون پلی استیشن جدیده. لازم نیست، من خریدم. خوب کردی. عوضش ملاقصه رو بردم. این واسه آیندم خوبه. واسه آینده جاوید. شب رو کاناپه بخواب. نه ترانه، این کارو نکن. لااقل بالش خودم رو بده. من که گفتم بچه نمیخوام. نشد آقای خسرو. حتی اگه شما از روی اجبار بچه دار شده باشین، به هر حال انتخاب شما بوده. عذر و بهانه‌ای برای بی‌توجهی به اون نداریم. حالا شما به من بفرمایین در ازای چیزی که اون شب از دست رفت چی به دست آوردین؟ یه پروژه عالی و پولساز، یه موفقیت بزرگ. موفقیت برای؟ برای هممون، که جاوید آینده بهتری داشته باشه. یعنی نیازهای مادی، نیازهای روانی چی؟ آیا این آینده بهتر میتونه صدماتی رو که اون از نظر روحی در بچگی دیده رو جبران کنه؟ صدماتی که بعضی وقتا رو تمام زندگی ما تأثیر میذاره. یه نگاهی به خودتون بندازین. پس بفهمیم همه چی تعطیل کنیم، بشینیم بستنی خوردن بچه‌مون رو تماشا کنیم. نه، تعادل رو حفظ کنیم. دقیقاً من دارم همین کارو میکنم. دنیا دنیای رقابته و اگه آدم حواسش نباشه کلاش پس معرکه. رقابت با کی و برای چی؟ من قراره تو زندگی خودم رو رشد بدم. قراره هر روز برای رسیدن به موفقیت رکورد خودم رو بشکنم. پدر بهتری بشم، همسر بهتری بشم. من اگه قرار باشه رکورد شما رو بزنم، شکست میخورم. احساس بدبختی میکنم. دقیقاً همون احساسی که همیشه خسرو داره. ترانه تو دیگه این حرفو نزن. نه دیگه، تو دائم تو رقابتی. فلانی کارخونه بزرگ خریده، بهمانی خونه بزرگ خریده، علی سیتیزن کانادا شده، من چرا نشم؟ اگه فلانی خونه بزرگتری خریده و شما اونو بخرینش، باز هم احساس خوشبختی نمی‌کنی. چرا؟ چون خونه‌های بزرگتر دیگه هم هستن که باید بخرینش. خونه‌هایی که با بلایی که سر روان زن و بچه‌تون آوردین، احتمالاً تو هیچ وقت خوشبختی و خوشحالی پیدا نمی‌شه. دکتر من واقعاً تحت تاثیر قرار گرفتم. بهتره برگردیم خونه تا من اشتباهاتمو جبران کنم. چی؟ پاشو. پاشو چمدونو تحویل بار ندادن بریم. جاوید به ما احتیاج داره. میبینین؟ فقط میخواد منو هرس بده.
بشینین آقای خسرو. اگه دنبال بهانه میگردی که این سفر رو کنسل کنین، من حرفی ندارم. اما اتفاقا این سفر موقعیت خوبیه که تمرین کنین. تمرین چی؟ تمرین اینه که با خودتون به صلح برسین. درون خودتون شادی و خوشحالی رو پیدا بکن که بتونین اون رو به دیگرون هم بدین. نگران نباشین دکتر، مشغوله، مدام در حال پیدا کردن شادی و خوشحالیه. ببین بابا جون، سفیدا توی آبی قرمز منم. خب حالا نگاه کن من چجوری بازی میکنم یاد بگیر. ببینی کن چی ببینم عزیزم. خب حالا بازی شروع میشه. مسی توپ میده به ژاوی. مارسلو رو جا میذاره. بالاخره میبینم عزیزم. نگاه کن چی کار میکنه. حالا مسی میره جلو، اینیستا هستش. حالا نه، پپه توپ رو میگیره، آروم برمیگرده، دوباره مسی میره توی 18 قدم. ای بابا اوت شد. میبینم بعدن بابا جون، میبینم قربونت برم. حالا میبینم عزیزم، حالا مادریدیا هستن که بازی رو جلو میبرن. آها، مسی اولی دریبل میکنه، دومی، سومی و توی دروازه. گل. یه زمانی اون بچه‌ای که مضطرب از خواب پرید شما بودین ها؟ من تا آقا جونم زنده بود جرئت نشم جلوش پامو دراز کنم، چه برسه به اینکه بازی کنم. منظور منم دقیقا همین بود. بازی نکرده و حالا داره جبران میکنه. نه بابا جون، اون چیه قرمز دخترونه است؟ آه تو چیکار داری؟ فکر کنم دخترم. یعنی چی فکر کنم تو دختر؟ جاوید جان تو بهش بگو. خب اونو میخواد بچه. نه ما بچه عقلش نمیرسه. من تو میخواستم که من میخواستم بارشم. نیاکن چون توسی آبیه رو بیجا قشنگی پسرانم هست. ببین سامی اونو دوست داره. نه عزیز من عقلش نمیرسه. آقا اونو بیارین نشد. اینو بله بله. من قول داده بودی خودم انتخاب. من کی قول دادم؟ مگه تو بچه میخوای انتخاب کنی؟ هست. چی کار میکنی؟ میشکنه مال بچه هاست. نه عزیزم بچه بزرگ میشه دیگه. بالاخره ببین چه بهشونم میاد. خانم این روزا من از اینجور چیزا زیاد میبینم. میخواییم برای شما هم یه عروسک بیارم؟ پس ماشین رو برای خودتون میخواستیم. کلی هم ذوق کرد دکتر. اون بهتر بود. به شما چه ربطی داشت؟ شما حق ندارین به جای بچه‌تون تصمیم بگیرین، و از اون مهمتر حق ندارین بهش دستور بدین که چی رو باید دوست داشته باشه. شما فرمانده بچه‌تون نیستین. باید اساس رو بر راهنمایی و همکاری با هم بذارین. همکاری پیشکش. لطفاً یادش بدین اینقدر ما رو کنترل نکنه. کجا هستیم، کجا میریم، کجا باید بریم، چی برامون خوبه. و البته این قبیل کنترل گهگداری بی کلام و با بهره‌گیری از ابرو انجام میشه. معنیش این که نگرانه و کنترل خودشو از دست داده. آقای دکتر، بی‌اعتمادی و کنترل میتونه از این باشه که چون آدم اصولاً خودش قابل اعتماد نیست به همه شک کنه. چه خبر؟ خبر؟ چه خبر؟ هیچ خبر. چرا اینو پرسیدی؟ همینطوری پرسیدم چه خبر؟ فکر کنم این سوال متداوله. آه، پس همینطوری پرسیدی. خسرو. آه، پرسیدم چه خبر؟ 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 آه، خبر. چی زنگ زد؟ بگو. حسام؟ نه بابا، حسام کیه؟ تو که زبونم ها. سمانه. کدوم سمانه؟ سمانه دیگه، من چند تا سمانه داری؟ خیلی. سمانه اقبالی؟ نه. سمانه یزدانی؟ یز. سمانه نامزد سابقت. خب خب گفتش که تازه اومده ایران، خیلی دلش میخواد تو سامو ببینه. مطمئنی؟ از چی؟ که میخواد منو سامیو ببینه؟ خودش اینجوری گفت. خسرو بیا خودمونو گول نزنیم. اون میخواد تو رو ببینه. پس به جای اینکه بیاد اینجا و هممون تظاهر کنیم چقدر از دیدن همدیگه خوشحالیم، ببرش رستوران. گفتم فوقش میشینن از خاطرات دوران نامزدیشون تعریف میکنن، از اون جملاتی که آدم ها میگن یادته و اهمیتی هم به جمع نمیدن و بقیه رو کسل میکنن. برای همینم همون شب ماشینم تو پارکینگ خونه پنچر شد.
خب ماشین دیگه پنچر میشه. اونم هر چهار تا لاستیک با هم. تو که گفتی عدد 4 برات شانس میاره. خیر سرم روشن فکر بازی در آوردم و ایشون هم سمانه خانم به شام دعوت کردن و ظاهرا به خوبی و خوشی راهی آمریکا شدن. سلام. ای سلام. خانم مهندس، خانم مهندس. ببخشید یه خواهشی ازتون داشتم. بفرمایید. راستش دیروز همسرتون رو دیدم با خواهرشون تو رستوران نارنج. فکر کردم اگر ایشون مجرد باشن. مجردن؟ خواهرشون؟ بله دیگه سمانه خانم. آه بله یادم نبوده خسرو با خواهرش. الان یه چیزایی داری یادم میاد. دیدین چقدر شبیهن؟ البته اگه بدتون نیاد همچین بفهمین نفهمین سمانه خانم یه خورده از مهندس خوشگلتره. البته اونقدرام که شما میفرمایین خوشگل نیست. های نفرمایین خانم مهندس. راستش میخواستم بدونم ایشون ازدواج کردن؟ چون دیروز تو دستشون حلقه نبود. بله یه بار ازدواج کردن ولی متاسفانه به طلاق کشید. چه خوب. خب چی فکر میکنین شما؟ در مورده؟ خب همین که خواهری کنین و ترتیب آشنایی ما رو بدین. ممکنه زوج خوبی باشیم. خیلی هم عالی میشه نه؟ خیلی. که گفت شبیه منه؟ غلط کرده. بیشتر شبیه توه. البته چشو ابروش. پیشونیش همچین بگینگی بلندتره، دماغش هم سربالاتره. خسرو! ها؟ چیه؟ نکنه میخوای بگی چون شبیه سمانه بودم با من ازدواج کردی؟ نه بابا، تو کجا اون کجا؟ ببینم، اصلا چه معنی داره تو با همکاری مردت از این حرفا بزنی؟ دست پیشو نگیر. معلوم بود؟ کاملا. حالا میشه بگی تو رستوران نارنج با سمانه چی کار میکردی؟ کاری که همه تو رستوران میکنن، نار میخوردی. منظورم اینه که چرا به من نگفتی؟ یادم رفت، اصلا اهمیتی نداشت. یادت رفت. خیلی خوب. از این به بعد ممکنه منم خیلی چیزا یادم بره. منظور چیه؟ حالا که تو برای من سنگ پرت کردی، منم برات گل پرت میکنم. البته با گلدونش. چی کار میکنی؟ با عاشق سابقتون میری رستوران؟ پس عاشقش بودی. من کی اینو گفتم؟ تو میخواستی معشوقتو بیاری تو این خونه؟ بی خیال شو سمانه. سمانه! بریم. یالا. ترانه، ترانه، سمانه، ترانه، سمانه، ترانه. چی کار داری میکنی؟ کاری که هر زن احمق یعنی عاقلی میکنه. دیگه وقتشه برم. خفت و خاری بستمه. برم و حقیقتا این دفعه برای خودم زندگی کنم. جایی که برام ارزش قائل باشه. ببخشید. از دهنم پرید. نمیبخشم. برو کنار. خیلی خوب. راه با جاده دراز. اما پسرم حق نداری با خودت ببری. پسر تو؟ بله. بفرمایید حامله بشید. بزید بعد بگید پسرم، پسرم. بس نکنی. نه پسرم، ما دعوا نمیکنیم. این مامان بابا بازیه. ما داریم شوخی میکنیم. آیپد بچه هر فکری میخوای بکنی بکن. اما من سمانه فقط جاست فرندیم. میبینی؟ ترانه جون. جاست فرند یعنی چی؟ یعنی مثل دوست معمولی، مثل دوتا مرد، مثل من و شما. ولی من و شما که قصد ازدواج با هم نداشتیم، داشتیم؟ نه. میدونی؟ یه روز سمانه اومد به من گفت اگه تو قصد ازدواج نداری من یه خواستگار دارم که کیس خوبیه. خب من برخورد دیگه. یعنی چی یارو کیس خوبیه؟ یعنی از من بهتره؟ من هم وقتی دیدم منو به خاطر خودم دوست نداره. یعنی چی به خاطر خودم دوست نداره؟ یعنی به خاطر خودم، خود خودم دیگه. آخه مگه خود شما چیزی غیر از قیافتون، هیکلتون، پولتون، مدرکتون، چشمتون، همه این چیزا هستین. شما همینین دیگه. حتی مادرتون هم شما رو برای همین دوست داره. خب بعدش رفت دیگه، رفتن یارو شد. یه مایه داره بی خوده. کچله کوتوله یه چاق. نه دکتر، یارو شبیه جانی دپه. غافل از اینکه پول خوشبختی نمیاره. اتفاقا پول از هر عامل دیگه بیشتر خوشبختی میاره. دکتر از شما بعیده. چرا؟ چون حقیقت رو میگم؟ چون حرف بابا بزرگا رو تکرار نمی کنم؟ با پول میشه بدبختی رو فروخت. با پول میشه راحتی زندگی رو فراهم کرد. اصلا چطوره که شما همه پولاتون رو به من بدین خوشبخت بشین و من بدبخت بشم؟ آقای خسرو،
مسائل مالی در زندگی جدی هستن. گذشت اون دورانی که بگی اگه منو دوست داری با من روی زیلو زندگی کن. سوپرمارکت پول میخواد، خشکشویی پول میخواد، مدرسه بچه، بیمارستان. خب بعدش چی شد؟ هیچ. هیچی که نمیشه، مثلا قصه خوردی. خب آدم سنگ که نیست. پس چرا میفرمایین جست فرند؟ ببینین دکتر، ارتباط ما حداقله. من خیلی ها رو میشناسم که دوست دختر دوست پسر قبلیشون رو حتی تو جشن عروسیشون دعوت میکنن. خب اشتباه میکنن. جای چونه نداره؟ نه، خصوصا در مورد کیس های مشابه کیس شما نه، نداره. گذشته در گذشته، باید قبرستونشو پیدا کرد، خاکش کرد و رفت. آدم احتیاجاتی داره که گاهی اونا رو نمیتونه با زنش برآورده. و یا با شوهرش. وسط دعوا نخ تعیین نکن شما. مثل چی؟ مثلا نیازهای فرهنگی، شعری، هنری، ادبی. باید بهتون بگم بازی بی بازی آقای خسرو. شما وقتی لباسی رو از تنتون در میارید و لباس جدید تنتون میکنید، حالا دیگه من لباسم؟ اجازه بدین روش لباس قدیمیتون رو نمیپوشین. دکتر انگاری سوء تفاهم شده. من فقط سال یکی دو بار عید و کریسمس و تولدش رو بهش تبریک میگم. گاهی هم یه مسیجی تو فیسبوک یا یه ایمیل یا چی هم یه لایکی تو اینستاگرام براش میذارم. همین، اینه دوست معمولی. دوست معمولی که قبلا بهش علاقه داشتین و حرفای عاشقانه میزدین. بلد نیست. خب گوشیش اینجاست. با شناختی که از شما و زندگیتون دارم، ازتون میخوام که نه تنها با سمونه خانم قطع ارتباط کنین، بلکه عکس‌ها و خاطراتتون هم دیگه مرور نکنید، حتی تو ذهنتون. زحمت این یکی ترانه کشید. وحشتناک بود دکتر، وحشتناک. آقای خسرو، شما با وجود چنین روابط ناتمامی همیشه در خطرین. خطر اول اینه که هیچ وقت با 100% وجودتون وارد رابطه جدید نمیشین، و خطر دوم اینه که همیشه عواطف گذشته مثل یک چاه میتونه سر باز کنه و شما رو درگیر کنه. جدن اینقدر خطرناکه؟ جدن همینقدر خطرناکه. ممکنه شما با ایمیل کردن عکس زن و پسرتون میخواستین از سمانه خانم انتقام بگیری؟ نه، دیگه با اون بدیام نیستم. من معتقدم در عفو لذتی هست که خودش در انتقام لذتی هست که در عفو نیست دیگه. چرا به ترانه خانم نگفته بودین که عشق سابقتون رو مجددن به ناهار دعوت کردین؟ خب مصلحت ایجاب میکرد، گفتم حالش گرفته نشه. خب بشه، شما حق نداشتین به جای ایشون تصمیم بگیرین. آخه نداره. و اگر اشتباه کرده بودین میپذیرفتین و صمیمانه ازشون عذرخواهی میکردین. آقای خسرو، بهتره این ماجرا رو هر چی زودتر تمومش کنیم. دکتر، این حرفا رو به کسی بزنین که عقل تو کلش باشه. کی بود؟ حاله بود دیگه بابا، نشناختیش؟ حاله کیه؟ نویدایی عمه پسر خاله حاله، میشه دختر عموی جاری عروس همسایی همکارت. آه اسمایلی؟ آره دیگه. ترانه خانم، شما تو حرفاتون گفتین که میخواستین بریم برای خودتون زندگی کنین، این یعنی چی؟ خب بر خودم دیگه. یعنی میخواییم برین دست به کارایی بزنین که قبلا نکردین، یعنی بیعقلی کنین. وای نه، همینطوری گفتم. آدم عاقل که همینطوری حرف نمیزنه. قبول آقای دکتر، من اشتباه کردم، اما آخه سر ماجرای جاست فرند بد جوری دلمو شکسته بود و از دلم بیرون نمیرفت تا روزی که بدبینی کار دستش داد و با هم بی حساب شدیم. دینگ. کی بود؟ دینگ. اینو میگی؟ هیشکی، هیچکی نبود. کی بود به مسیجت خوشحال شدی؟ من؟ نه. خوشحال؟ نه. یه چیزی تو نقشه ها دیدم، فقط گفتم دینگ. خوشحال نشدم. خودم دیدم با این دوتا چشام. خیالاتی شدی بابا، فقط گفتم دینگ. کی گفتی دینگ؟ یه
یه دینگ دینگی برات درست کنم. دینگ نه، دینگ. بده من موبایلو. چی میگی تو؟ این حریم خصوصی منه. حالا دیگه حریم خصوصی منه. خیلی خوب، صدا تو بیار پایین، سامی بیدار میشه. گفتم بهت بده من اونو. خیلی خوب، بیا بگیرش آقای شکاک. لاله بود. قرار بود من بریم سر سایت موزه، کانفرمش کرد. بخونش. این آخری مسیج که ما ساعت 6 بعد از ظهره. ببینم. ای چه جالب، مال ساعت 6. راست میگم. حیامی که الان اومد کو؟ خب شاید موبایل قاطی کرده. اصلا شاید مخابرات قاطی کرد. آره آره، اتفاقا امروز تو اخبار بود. گفتن اختلال. گفتن اختلال، ها؟ چنقدر دنبال تو بودم. چطور مگه؟ این یعنی تحقیق؟ نه، این یعنی جاسوسی. چرا؟ چرا؟ خب خواستم سورپرایزت کنم. نگفتی؟ چیو؟ با کی قرار داشتی؟ قرار؟ اومده بودم قبض تلفنمو بدم. آه، اومده بودی قبض تلفن. اونی که صبح کارت بانکت دادی؟ ای چه جالب، راست میگی. اصلا یادم نبود. کاری نداری؟ یادت نبود؟ با کی قرار داشتی؟ تو اومدی تو بانک کیو ببینی؟ قرار؟ نه، چه قراری؟ خب پس. خب چی پس؟ چی رو قایم میکنی؟ کی دیشب بهت مسیج داد؟ هیشکی. رنگت پریده ترانه، زندگیمونو خراب کردی. رنگم؟ نه، خیلی هم خوبه، الان بهترم شد. به خاطر کی هر دو اینجوری به هم ریختی؟ دینگ دینگ را میندازی؟ دینگ دینگ نه عزیزم، دینگ. حالا هرچی، واقعا ارزشش داشت؟ وقتی چیزی رو نمیدونی قصه نباف. من اومده بودم بانک. کور که نیستم، فهمیدم کجا اومدی. اون نامرد کیه؟ حسابی قاطی کردی ها. حالا نشون رو دیمیدم که کی قاطی کرده. اقلا ابراز پشیمانی کن، عشق بریز، اما بدون که هیچ فایده ای نداره و بخششی در کار نیست. من تا حساب اون نامرد و کف دستش نذارم ول کن نیستم، پیداش میکنم. هر کاری که میخوای بکنی بکن. ایلی نامردی، پیام از بانک بود. سود سپردهشو ریخته بودم به حسابش. اما چرا حسابشو از من مخفی کرده بود؟ نقشه داره. صد بار بهت گفتم به زن جماعت نباید اعتماد کرد. هزار بار بهت گفتم اینو کنترلش کن. اصلا کنترل همه چی باید دست مرد باشه. خب چرا؟ پول خودشه. پول خودشه؟ تو واقعا احمقی. تو میدونی زن اگه پول داشته باشه چی میشه؟ نه، چی میشه؟ خطرناک. چرا؟ چون قدرت عمل پیدا کرده. برو با 5 میلیون که پول نیست. عینکی شدی؟ نه، واسه خوشتیپیه. حالا شاید هم بهم بگه. بچه شدی؟ اگه میخواست بگه که همونجا بهت میگفت. نه آخه، همش اتهام زدم، همش پریدم. بله، این 100% از خرجی خونه هم میزده. یه نقشه هایی داره. چه نقشه؟ نقشه های خطرناک. یکیشو بگو. یکیش این که حتی سیر شده دنبال یه زندگی جدیده. یکی دیگه شو بگو. یکی دیگه اش این که الان پول داره، قدرت عملم که پیدا کرده، نقشم که داره، دیگه چی میخوای داشته باشه؟ حسام، احمق‌تر از من داره دیدی؟ نه. مطمئنی؟ 100%. حتی یه نفر؟ حتی یکی هم ندیدم. خیالت راحت باشه.
سلام. یکی بیاد اینا رو از من بگیره. پسرم دل تنگ نشده واسه بابای بیا یه بوس خامه ای بهش بدی؟ نه بار کن زحمت بکی بهش عرق برید جون بکن. چی چی هی زیر لب قر میزنی؟ چی عزیزم دارم ازت تعریف میکنم. دینگ ماما کارتون رو نگاه کن. جب کنی همه جارم که پر گل کردی. با پول خودم خریدم. پول خودت؟ پاشو پاشو این خریدار رو برده ببر تو آشپزخونه. نمیتونم خستم. منم خستم خودم که باد نزدم. ماما کارتون رو نگاه کن. به نظر شما تماشای کارتون با بچه آدم خسته میکنه؟ تو میگی کار؟ نه میگم استراحت. ماما کارتون رو نگاه کن. کار واقعی یعنی این که گندمش باید کاشته بشه، سبز بشه، درو بشه، آرد بشه، خمیر بشه، میلیون ها انسان زحمت بکشن. بنده برم دو ساعت وایسم تو صف بیارم جنابالی نوشه جان کنی. دینگ صف کن. بفرمایید. این چیه؟ دارم زحمت میلیون ها انسان رو ازت میخرم. رد کن بیار. بیمعنی. بقیهش هم مال خودت. خیلی نمک نشناسی. تو چی نیستی؟ کارهایی که من میکنم حساب نیست؟ خیلی حساب کتاب سرت میشد که با من رو راست بودی. خسرو چته؟ هیچی؟ تو یه چیزیت هست. مامان بیا کارتو رو نگاه کن. چطور مگه؟ آخه از صبح همینطور به پر و پای من میپیچی. تو بگو صبح تو بانک چی کار میکردی تا منم بگم. من نمیگم تو هم نگو، اینطوری با هم بی حساب میشیم. باشه؟ نه نباشه. خب پس بگو. بریز بیرون خودتو راحت کن. من ناراحتم. از چی؟ داستانش طولانیه. حوصله ندارم، آخرشو بگو. میتونم بهت اعتماد کنم؟ آره بابا، همینجوری صاف صاف تو چشای من نگاه کن و اعتماد کن. به پول نیاز دارم. خب چرا زودتر نمیگی؟ چرا به گندم گل کاشو داشته برداشت گیر میدی؟ واسه چی میخوای؟ نمیتونم بگم. خیلی خب فعلا دو تومن پیشت باشه، بقیه‌اش هم یه جور جور میکنیم. چقدر؟ 50 میلیون تومن. آخرش کار خودتو کردی؟ آره؟ رفتی حساب منو چک کردی؟ نمیدونستم پول داری؟ آره دارم، و اگه واقعا بهش احتیاج داری حاضرم بهت قرض بدم. تو چرا حسابت از من قایم کردی؟ به هزار و یک دلیل. یکشو بگو. با آینده با تو اطمینان ندارم. به چه دلیلی؟ اگه دوباره فریدی یادی هندوستان کنه چی؟ منظور چیه؟ بابا سامنر میگه جاست فرید. کارتونتو نگاه کن بچه. تتا اون ماجرا دیگه تموم شده. بعدش هم تو قبل از اون داستان شروع به جمع کردن پول کردی؟ بله اونم به هزار یک دلیل دیگه بود. یکشو بگو. تو من داخل حساب کتابات نمیکنی. تو حتی خونه که میخری به اسم خودت میخری. پولم اختیارشو دارم. خودت جواب خودتو دادی. ببینم اگه تو پول در میاری پس چرا بیشتر خرج خونه رو من میدم؟ کار خوبی میکنی. سوال من جدی بود. جواب منم جدی بود. اگه قرار بود خودم کار کنم خودم بخورم پس واسه چی شوهر کردم؟ میگم بی اسمت عوض کنیم بذاریم شترمرغ. اسمت رو هم بذاریم غضنفر. فقط جواب نده. به خدای جواب ندی نمیمیری. جواب منطقی بده. منطق جواب شما کجاست؟ تا میگم بار ببر میگی مرغم. تا میگم تخم بذار میگی شترم. اون وقت موقعی که کار خونه رو انجام میدم اسمم چیه؟ ترانه. تا بوده همین بوده. تو این خونه رئیس منم و تو هم داری وظیفت انجام میدی. تا بوده همین بوده یعنی چی؟ خب یعنی رسم روزگار همینه دیگه. این رسم از کجا اومده؟ از قدیما. یعنی شما تو قرن 21 با منطق آدمایی که چند صد سال پیش زندگی میکردن و خیلی محدود بودن با مسائل برخورد میکنی؟ اگه قرار بود خودم کار کنم و خودم بخورم پس واسه چی شوهر کردم یعنی چی؟ خب میگن دیگه. به جملاتی که میگین دقت کنین. آیا این جمله ها حاصل جهانبینی شما و مناسب زندگی مدرن امروزیه؟ اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که در دوره پدر و پدر بزرگ شما ازدواج هدف بود. مردم ازدواج نمی کردن، زن می گرفتن یا شوهرشون می دادن. اما برخلاف اونا شما به هم علاقمند شدین و با هم ازدواج کردین. خب باید از قوانین مبتنی بر ازدواج برابر پیروی کنین. اما در مورد شکی که به ترانه خانم داشتین خبر بدی براتون دارم. ما وقتی به کسی اتهام می زنیم در واقع مجوز انجام اون کار رو براش صادر می کنیم. چون بعد از چند بار متهم شدن با خودش میگه من چه این کار رو بکنم چه نکنم متهمم. بنابراین اول ترانه رو دعوا کن که برای چی حساب مخفی داره؟ اول
آره دیگه، خب موضوع ما از اول همین بوده دیگه. البته مخفی کاری توی زندگی صمیمی کار اشتباهیه، اما تو رابطه ای که مرد خانواده تصمیم گیری از طرف خانواده رو حق خودش میدونه و میگه من رئیسم، یک هیچ به نفع من. نترانه خانم، تو این بازی اگه برای شما یه بازیه برنده‌ای وجود نداره. البته من کار اشتباه شما رو درک میکنم، استراب از آینده به ویژه برای خانمی که فکر میکنه جوانی رو پشت سر گذاشته. دکتر جوانی چیه؟ بفهمه پا به سن گذاشته. میبینین دکتر، هی شناسنامه‌مو میاری جلو چشم. بهتر نبود به آقای خسرو میگفتین که کمی پول سپرده کردین و از ترساتون براش حرف میزدین؟ خواستم بگم اما اون میذاری نهار بخوریم یا نه؟ خیلی دیرم شده، خیلی. بابا ده دقیقه آخر فسفس استقلال ها، آخر شب وقت این حرف هاست؟ بازی لالیگاست ها، روز تعطیل هم وله میکنم. راستش آقای دکتر یه موضوعی هم هست، نمیدونم بگم یا نه. یعنی راحت باشین، چند وقت پیش احساس کردم که دارم از خسرو، نه این که متنفر بشم، آن نه، ولی خب یه چند ماهی از کار بیکار شده بودم، مجبور بودم از خسرو پول بگیرم. پرتقال آبگیری کیلو 5000 تومان؟ غیر آبگیریش چند؟ سر گردن است. خب دو کوچه برو پایین‌تر از بازار روز بخر. آرتیشو، آووکادو، ما اینا رو نخوریم نمیمیریم ها. باشم برم، باشم برم که این خونه خرج داره، خیلی هم خرج داره. پس داری میری؟ آره پس دارم میرم. میگم آن خسرو، سرات گوش میخری؟ تو که بیکاری خودت بخر. مواد شوینده هم نداری. خب اونم بخر. پس یه خورده پول بذار. بود پول؟ تازه 200,000 تومان بهت پول دادم. خب دیروز دوبار سوپری اومد و رفت تموم شد. $200,000 خوشویی هم باید برم، بنزین هم باید بزن، سرویس ماشینم هست. هنو یه ماه نشده ماشین سرویس کردی، نمیخواد سرویس بکنی. برای مامانتم باید کادوی تولد بخرم. چی میخوای بخری؟ خب بالاخره یه عطر رو باید بخرم دیگه. 50 تومنم خسرو. بله الان ارزون ترین عطر کائنات بالای 200,000 تومنه. خب از کائنات عطر نخواه، ایجا دیگه بخر. آرایشگاه باید برم. آرایشگاه برای چی؟ موهامو کوتاه کنم. موهات خوبه؟ اینه که من میبینم خیلی هم خوبه. دست بشتن تنیا آره سبزی هایت داره. حس میکردین که ایشون با آگاهی از احتیاج شما شما رو کنترل میکنه؟ کاملا. یه احساس بیمارگونه. ای بابا، همین آقای خسرو، وقتی شما با استفاده از نیازی که آدمهای دوروبرتون به پول شما دارن اونا رو کنترل میکنین، اونا رو میشکنین و همین تولید نفرت میکنه. یعنی نباید بهش پول میدادم؟ چرا؟ ولی میتونین به حساب همسرتون پول به مقدار کافی بریزین یا توی کشو پول براش بذارین. این عمل شما ایجاد صمیمیت میکنه و باعث میشه عزت نفس همسرتون حفظ بشه. دکتر عزت نفس پیشکش، دیگه حتی احساسم نداره. کی؟ من؟ نه منظورم دکتر بود. تتا امروز عینک جدیدم رو گرفتم، ذوق مرگم. آخیش این چه خوب میبینم. به 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 گلا رو ببین، قند عسل بابا رو ببین. آخه ترانه تو چرا انقدر چروک شدی؟ او 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 خرج بوتاکس هم اضافه شد. خسرو. بله. هنوزم منو دوست داری؟ خب تو که ماشین نیستی، توی خود کهنه شدی عوضت کنم. مرسی از جواب. عوض این حرفا بگو عزیزم، تو همه جوری خوشگلی. میدونی که دروغگو نیستم. پاشو پاشو از جلو آینه فکرای بی خودم نکن. عوض تو من هرچی سنم میره بالاتر احساس کنم دارم جذابتر میشم. عجیبه. واقعا عجیبه. نگفتی چیو؟ که منو دوست داری. خودت نمیدونی؟ نه.
پس من واسه کی ده سال تو خیابون سگ دارم میدوام؟ یعنی سگایی که تو خیابون میدوام منو دوست دارم؟ لطفاشو دیگه بگو، نیاز دارم همین الان از زبون تو بشنوم. ببین ترانه، 10 سال پیش بهت گفتم دوستت دارم، هر وقت نظرم عوض شه خب بهت میگم دیگه. گفت؟ نه آقای دکتر، نه. چرا؟ من این لوسبازی ها نیستم. اون موقع که میخواستی گولش بزنی لوسبازی نبود؟ کجای دکتر، من گول خوردم. حالا یه بار دیگه هم گول بخور، بهش بگو که دوستش داری. اینجا؟ بله همینجا. همین حالا؟ همین حالا. حالا بعدن، بری خونه تو بهت بگیم. داریم پرواز میکنیم، داریم میریم سفر. سفر؟ مطمئنی؟ دکتر نمیدونم چرا به دلم اومده ما به این سفر نمیریم. کجا؟ خواب تو رخت خواب خودم بمیرم. بمیری؟ میبینی چطوری منو هرس میده؟ بشین آقای خسرو، ما منتظریم. منتظر چی؟ ابراز علاقه، احساسات. آخه جلوی شما که نمیشه. من که نگفتم کار عجیبی بکن، گفتم حرف بزن. خب یه حرفایی نمیشه زد که. این یکی اشکال نداره. میشه به انگلیسی بگم؟ واقعا گفتن عاشقتم دوستت دارم اینقدر سخته؟ نیست این فیلم های خارجی میان I love you I love you آسون تره دیگه. میخوای به عربی بگم؟ حبیبی حیاتی. شیطونی نکن آقا خسرو، اگه میخواین آینده بهتری داشته باشین باید یه چیزایی رو تمرین کنین. تمرین چی؟ تمرین نوازش، نگاه های عاشقانه، جملات زیبا، ارسال یه کارت، فرستادن SMS، اینکه یه یادداشت عاشقانه بنویسی بذاری روی میز، اینکه روی آینه یه جملات زیبایی بنویسی. آینه رو که پاک کنه. شیطونی نکنین آقای خسرو، میبینین ابراز عشق و محبت هیچ خرجی نداره. خب وقتی همه چی معلومه چرا آدم باید به زبون بیاره؟ چون تحسین و محبتی که به زبون نیاد مثل کادویی میمونه که هیچ وقت داده نشده. چه دل خرسندی دارین آقای دکتر خسرو. این حرفا نیست. خودت هر دقیقه دوستت دارم دوستت دارم به من میگی. خب منم ترسای خودمو دارم. چه عجب ترسو جان، پس بالاخره اعتراف کردی که تو هم مثل بقیه هستی. که بازم بزنی تو ذوقم. کم کم دارم به این نتیجه میرسم که شما اصلا زنده این که با همدیگه بجنگین، حتی وقتی همه چی خوبه. دستم به دامنتون. اگر قصد دارین با هم زندگی بکنین فقط برای اینکه بجنگین وقت منو نگیرین. اما اگر قصدتون آتش بسه من در خدمتم. آتش بس؟ بله آتش بس. آتش بس. خب اگه تو هم میگی قبول. اصلا من از امروز حرفای عاشقانه می‌نویسم و میذارم رو آینه و میرم. تو چیکار می‌کنی؟ آقای خسرو توی رابطه صمیمی چتکه نمی‌دازم. خب هر چیزی حساب کتاب خودشو داره. اصلا من میگم چطوره بریم خونه این حرفا که دکتر میگه رو تمرین کنیم. تمرین کنی؟ پرواز 510 شرکت هواپیمایی آسمان. لطفاً به سلامت ارزی مراجعه بکنید. خب پرواز ما اعلام شد. خسرو پرواز اعلام کردن. من برم دستشویی بعد بریم؟ باشه برو. زنت داره سکته میکنه. میدونم، واقعا ازتون ممنونم که به خاطر من تو فرودگاه اومدیم. من متاسفم بیارم مایوستون میکنم. پس برو بیرون به زنت بگو که فوبیای پرواز داری. نه نمیتونم. زنت حق داره بدونه برای چی تا به حال سفر هوایی نداشتی. زشته مردی گفتن. بابا غرورم تو همینجاش هم دیدیم بهم گفت ترسو. خسرو دو راه بیشتر نداری. یا باید بری به زنت بگی مشکل داری و زمینی سفر کنی، یا اینکه باید پرواز کنی و هیچ بهانه‌ای نیاری. خسرو جان. جان میگم آ راستش من یک کمی از تیکاف میترسم. میخوابم هر وقت هواپیما بلند شد بیدارم کن. باش اینم بدون هر اتفاقی بیفته من به تو افتخار میکنم. کار خوبی میکنی دیگه. الان باید کم کم درهای هواپیما رو ببندن، بعد از اون هواپیما راه میفته. بعدش هم هیچی نمیشه مگه نه؟ نه هیچی نمیشه، یعنی امیدوارم نشه. تو هم میترسی؟ من؟ نه از چه
چی بترسم؟ چه خوب، الان باید مهماندار بیاد چتر نجات و ماسک اکسیژن و این چیزا رو آموزش بده. اومده داره آموزش میده. اصلا نترس، من اینجام، هوام کاملا صافه، یه لکه ابرم تو آسمون نیست، بنابراین ما به راحتی پرواز میکنیم. مطمئنی؟ آره بابا، به من اعتماد کن، هرچی باشه من مرد تو هم. به من تکیه کن و راحت بگیر بخواب. تحتا جان این کارو نکن، منظورم از تکیه تکیه سمبولیک بود. آخه وقتی فکر میکنم الان زندگی ما دسته یه خلبانی که ما حتی نمیشناسیمش، مضطرب میشم. میخوای بگم یه گوشه نگه داره پیاده شین؟ نه فقط اجازه بده همینطوری یه فشار ملایم به بازوت بیارم. فشار ملایم اشکالی نداره، اما داری با چنگکات گوشتم میکنی. چنگک؟ خسرو تو هنوزم منو مثل روزه اول دوست داری؟ یادم نیست روزه اول چجوری دوستت داشتم، بگو تا مقیاس دستم. دوست نشو بگو. چی رو؟ که دوستم داری. تتا جان گفتم اگه نظرم عوض شه میگم دیگه. از آخرین ابراز عشق چندین سال گذشته. خب بگذره، تو لاستیک زاپاز نیستی که تا پنچر شدی بذارم در کوچه. پنچر؟ نه 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 نه، منظور من چروک های دور چشمتی. چروک؟ اش فکر نکن عصبی میشی، مگه نگفتم چرا موات سفید شده؟ باورم نمیشه اینا رو میگی، یعنی تو این سالها هیچ خاطره خوشی از من نداری؟ خاطرات آزگار؟ آزگار که مال زندگیمونه. میگم حالا که این همه خرج کردی اومدیم سفر، یه چیزای خوب و خوش حرف بزنی. باشه بزنی. ببین سمان جان، خسرو